رفقا یه چند تا آپگرید بهتون بدم اون هم که کلمه پرند گراند پریکس اون ایکس تایش خونده نمیشه گراند پری هستش این یک دو مسابقات کیو میگم کیولی کوالیفایر فکرم ره تایش هم باز خونده نمیشه کوالیفای خالیه تلفظی که حالا من تو انگلیسی دیدم اینو داره میگه ره تایش شد یه جورایی تلفظ نمیکنه اما بریم سراغ بازی ها بازی همین سرخوش توی همین مسابقاتی که الان میخوایم با هم دیگه بپردازیم بریتیش اوپن 2024 فیلم برداری شده اما فریم اول و فریم آخر استریم نشده یه جورایی نیست هر کاری کردیم هر جا گشتیم نیست و کلا 7 فریم بازی یعنی بازی به هفته دیگه دو فریمش هم نباشه دیگه اصلا نبینیم بهتره فکر کنم بزارم خودتون اذیت بشین این از این الان قراره چیکار بکنیم الان قرار بازی حسین وفایی رو ببینیم توی مسابقات بریتیش اوپن اگر ببره که به جدول اصلی صعود میکنه و در مورد فینال مسابقات استوکری هم که برگزار شد بن رفقای خوبم قهرمانی کشور فین برداری هم شده فینال خوبی بوده اما ویدیوش نیست فین برداری هم شده ولی فقط زنده پخش شده و ویدیوش اینجا نیست برای همین ما هم نمیتونیم بهش بپردازیم و اینکه به دوستای خوبم تبریک میگم و بی بریم به سراغ بازی حسین وفایی ببینیم که در آخرین بازی خودش در مسابقات پشت جدولی توی بریتیش اوپن چیکار کرده با من هم رو باشید. خب یه چند تا نکته هم سریع اول بازی بگم اونم اینه که احمد از کشور آمریکا بوده با سهمیه حالا نمیاره کی میافتاد با سهمیه وارد مسابقات جهانی شده قطعه به یقین اینا که میدونستی با سهمیه بوده ولی اون گفت یاد اسپرم افتادم یه کمدی بود میگو ببین اونا چی بودن که تو توشون اول شدی <applause> میگه ببین یه میلیون اسپرم چی بود که تو توشون اول شدی حالا یاد شرکت کردن این بازیکن افتن تو تور حرفه ای اما اینجا داره حسین با کی بازی میکنه مصطف و درقم ایشون متولد 1996 28 سالش از کشور مصر سال 2023 ارزم به حضورتون که وارد تور حرفه ای شده بالاترین رنکینگش همین الان که الان هست 90 و یه بارم توی ننویجه تو چه مسابقه تو جمع، توی جمع 64 نفر رفته اطلاعات بیشتری ازش نیست و بریم به سراغ این بازی که اه... کوالیفایه و دوستان ز... اه... کارشناس زبان بگن که اون ره خونده میشه یا نه کوالیفایه ره خونده نمیشه یا کوالیفایر من فهم کنم درست باشه بگید که درستش رو همه یاد بگیرن ما هم یاد بگیریم چرا کنه بازی هفت فریمه زمان به حضور گرامتون که هرکس چهار فریم ببره و برنده که تو جدول اصلی میره و همین ببینید که دنیا هستی که از میکروفون هم گذاشتمش پایین هم تو تصویر دیگه نیست همه هم یکم دست و بالم بازتره واسه جنگولک بازیمون و همین دیگه درگیر پادکستم و خیلی راستی ممنونم که پادکست رو دیدید استقبال کردین دمتون گم تازه هر یه قسمت لول اپ رو تو برنامه میبینید اینطوری به شما بگم فریم اول و مصطفا درغم از حسین وفایی میگیره بعد بشینیم نگاه بکنیم ببینیم که حسین چه پلن و برنامه ای برای ارزم به حضور گرامتون که مصفا داره رفقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه کار ادیتشم که قطعا کار خودمونه و بچه های ادیتورم تشکر میکنم و دمشون گرم که به روز مسابقات رو ادیت میکنن در اختیار ما قرار میدن خسته نباشید بهشون میگم به کل بچه ها و دیگه همین بازیکن چطوری بهت بگم زهرالودی من میبینم مصطفی رو از اون تایم که حسین باید آمیانش رو بهتون بگم بعد پیچ و مهره داستان رو مقدار سفت بکنه یعنی بره تو قالبه این که اه... اینطوری بهت بگم قشنگ تره اه... لیولش رو بدونه که کجاست میدونی چه میگم بازیکنی که یه بار تو جمع 16 نفره برتر دنیا رفته یه بره تو قالب خودش و اون پیچ و مهره داستان رو سفت بکنه و خوب بازی بکنه و نتیجه بگیره و وارد خب این حالا و... کاری ندارم ما که نشستیم میگیم لنگش کن ولی فقط وارد شدنه مهم نیست به مسابقه جدول اصلی بریتیش اوپن مقام 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 حرف من نیست حرف سالیوانه ها هزاران بار گفتم هیچکس هزار... هیچ کس هم نمیتونه روش حرف بزنه مقام مهمه ولی بریم ببینیم که چه اتفاقاتی رقم میخوره هرچه راستی مسابقه به مسابقه هم فرق میکنه من یه قانونی گفتم گفتم فقط 16 تا به بالا مسابقه کوالیفای براشون برگزار میشه تو همه مسابقات نیست بستگی داره به برگزار کننده مسابقه به خود مسابقه که قوانینش چی هستش ولی 99 درصد همینی که هم به شما گفتمه اسکور چیه؟ اسکور 48 27 و فکر کنم بیفته آره میافتاد آ 48 حسینه رو کاغذ بخوایم با هم دیگه بحث بکنیم قطعاً حسین میبره بازی رو ولی من بازیکن مصطفی رو تو همین دو فریم بازی, کنی بازی کنی دیدم که تشنه بردنه من یه همچین چیزی دیدم شما حتما نظراتتون رو برای من بنویسید این تک نظر منه و به نظرم آبی رو چیز زد آبی رو چطور بگم تک پات زد یعنی فقط زد آبی رو بندازه گرفتی مطلب رو فریم سوم یک یک همچنان من معتقدم خفنترین بهترین بازین بهترین حالت بهترین شکل حسین وفایی تا به این لحظه از سال 2012 که وارد تور حرفه یا شده تا به این لحظه بازیش با دینگ بوده یعنی من هر موقع میخوام حسین رو بسنجم بگم که این بازیت خوب بود این بازیت خوب نبود این بازیت گرفت اون بازیت نگرفت الان یه شابلون درست میگم یه خطکش یه میار به ما داده بازی با دینگ یعنی اگر بتونه زورش رو بزنه زورش میشه بازی با دینگ مسابقات ورد چمپیون سال چند بود رفقا دو بود فکر کنم 22 پاتینگ حالا بریم به سراغ فریم سه حالا یه چیز به شما بگم و باز دارم میگم این نظر منه ها شاید با خود حسین صحبت بکنید باید که مثلا بازی با X بهترین حالت هم بوده شما میتونید برای من بنویسید بنویسید با من موافقی مخالفی من هم میخونم و جوابتون رو توی ویدیو میدم آه اینجا یه توپ مشکی عجیب رو حسین میس میده چهل تا میزنه خوب نیست خوب نیست اصلا خوب نیست یعنی چرا موقعی بازیکن میس بده نرماله که ضربه سخت باشه میگم آقا روبات که نیست دارم. ولی اینجا مشکی عجیبی الان حسین میس داده و مصطفی میگم بازیکن زهرالودی به نظر میاد و فکر کنم بازیکنی باشه که در آینده بتونه سنشم خوبه سنشم زیاد نیست در آینده ازش بیشتر ببینیم کسی که سال 2023 وارد تور حرفه یا شده الان رنگش اومده رو 90 خیلیه یه آلارم میده که بازیکن خوبی در تور حرفه یا اومده من فکر تمام دقدقه ی جهانی هستون که دقیقا فکر کنم مسئله شون اینه بعد از هیگینز ویلیامز و اصل کاری سالیوان چه پلان و برنامه برای نگه روشتن بیننده برای این ورزش دارن حالا 68-25-3-4-43 تا حسین جلوه و تمام 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 یه جورایی حسین کنترلش کرد میدونی چیت میگم چرا میگم کنترلش کرد بخاطر اینکه حسین با برک نبرد چون یه پات عالی از حسین میگیره چی بهت میگم میسای عجیبی داره میده توی این بازی حسین یه ضربه برشی و توپه خوبی هم دست حسنی میفته با یک کنون لانگ بات میزن مصطفی وه زیر بان هر جیری شده حسین قرمز رو شکار میکنه دقیقا همون داستانی که من به شما گفتم حسین یه جورایی کنترلش کرد مصطفی رو و خوب هم این کار تا اینجا فعلا انجام داده نتیجه بازی شد تا حال دیگه یه جورایی برده دیگه 21 امتیاز باله البته لب مرزه هر لحظه میتونه مصطفی ازش خطا بگیره مثل اینجا مثل اینجا حالا میخواد تصمیم بگیره با صورتی این کار انجام بده نمیکنه کنه سمی خواست همون جا صورتی رو بباره واسه کورنر میتونه نه با باند وا. انداختش دقیقا مسیرش نمیخواست بندازه قاعدتا هم میخواستش که کوچکترین برخوردی که صورتی باش داره بفرستدش دم پاکت که حالا افتاد نتیجه بازی سه یک دقیقا همون حرفی که من زدم شد و حسین تونست تا اینجا کنترل بکنه و یه لانگ پات تر و تمیز و مرتب منظم ریسک نمیکنه مشکی رو بزنه و بالا ببین کجا فرستاد بچه مردمو فریم پنج رو داریم با هم دیگه نگاه میکنیم آیا اورجینال پوزیشن بهش میده؟ نه فکر کنم قزرد رو داره نه فکرم آه. اوه نه افتاد نه افتاد فکر کنم افتاد یه لحظه خود حسین اومد ماسکه کرد تصویر رو و اینجا یه پلنت خوبم پیدا میکنه و بارکلا این پنج پنج خوبی بود این آبی آبی خوب این چی بود با تو میدونی که چطوری میخوای این کار بکنم. تو این حالت بازیکن میاد به سال آمیانش هم دوباره بگم افته توپو میشکونه یعنی مرکز پاکت رو در نظر نمیگیره میاد به سمت راست به سمت چپ و راست پاکت پات میکنه اینجا حسین نتونست تمرکز بکنه که آقا اینا بشکنه مرکز زد مرکز هم بزنی کیوبالت پای سرش حرکت میکنه و میفته اینجا یه لانگ پات خوب و خوب بازی کرده تا اینجا به نظرم به نظرم خوب بازی کرده شما هم نظرتون رو بنویسید جورای مصطفی نتونست اون چیزی که تو ذهنش هست و اجرا بکنه با حسین تو خب حسین هم اجازه این کار بهش نداد میگم من میکنم حسین من روی این موضوع هم کار بکنه صورتی اینکه لولش با بازیکن که بازی میکنه بالا پایین نشه و از اول در قالب خودش بره واسه نابود کردن حریف و تمام خب رفقا اینم بود از جدیدترین بازی حسین وفایی که تونست با این برد وارد جدول اصلی بشه و برش موفقیت میکنیم شما با لایک کامل سابسکرایب برنامه خودتون اسم رو بیلیارد رو حمایت بکنین دوستاتون دارم شب و روزتون به خیلی خیلی چکریم عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیاردشو دریافت بکنی پکیج آموزش تصویری بیلیارد و اسمی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و اسمی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش